به خبرهای از تحولات عراق توجه فرمایید. تلویزیون الجزیره از پیشروی‌های عشایر مسلح در مقابل نیروهای مالکی خبر داد. الجزیره گفت درگیری‌های شدیدی از صبح شنبه و صبح امروز بین نیروهای مسلح عشایر و نیروهای مالکی که قصد حمله به فلوجه را داشتند در محور جنوبی این شهر در جریان است. عشایر مسلح عراق 4 تانک نظامیان مالکی را در نزدیکی مرکز پلیس فرسان در رمادی به آتش کشیدند. از سوی دیگر بعد از گسترش یافتن عشایر مسلح در اطراف مقر فرماندهی عملیات الانبار و مقر لشکر 8 نظامیان مالکی در وحشت از پیشروی عشایر پل وروار را بستند. نیروهای عشایر در منطقه الحمیره در غرب رمادی 3 خودروی زرهی و متعلق به نظامیان مالکی را به آتش کشیدند. در جزیره خالدیه در شرق رمادی نیز افراد مسلح عشایر اعلام کردند منطقه آلبوشهاب و مرکز پلیس اندلس را تصرف کرده و سلاح‌ها و تجهیزات آن را به غنیمت گرفتند. شورای نظامی کرکوک اعلام کرد اکثر مناطق الریاض و مقر لشکر 46 ارتش مالکی را تصرف کردند و در صلاح الدین انقلابیون عشایر چندی محله در سلیمانبک را به کنترل خود درآوردند. تلویزیون فلوجه گزارش داد بر اثر آتشباری کور که روز گذشته شهر رمادی را مورد هدف قرار داد تا کنون 9 نفر که در بین آنها یک زن مسن و کودکان نیز بودند کشته و مجروح شدند. منابع و شاهدان گفتند نیروهای عشایر با نظامیان مالکی که تلاش می‌کردند وارد مناطق الملعب و مجاور آن و جاده جنوبی شوند درگیر شدند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. به گزارش تلویزیون بغداد، شیخ علی حاتم سلیمان، امیر قبایل دولیم در عراق گفت دولت مالکی با مردم صادق نیست و ما از روز اول به مالکی گفتیم که این بحران راه حل نظامی ندارد. وی افزود نظامیان مالکی باید از الانبار بیرون بکشند و آتشباری باید متوقف شود. تلویزیون رافده نیز گزارش داد شیخ علی حاتم سلیمان امیر قبایل دولیم به نظامیان مالکی 72 ساعت مهلت داد تا آتشباری کور را متوقف کنند و شبه نظامیان فرقه‌گرا را از الانبار خارج کنند و در مقابل نیروهای عشایر هم به نظامیان مالکی که به هنگام عقب نشینی خواهند رفت حمله نخواهند کرد. لقاوردی نماینده پارلمان عراق از استان الانبار گفت استمرار توپباران کور و تمرکز آن طی روزهای اخیر روی مراکز پزشکی به خصوص بیمارستان فلوجه نشان می‌دهد که قصدی برای جلوگیری از حل بحران وجود ندارد. تلویزیون التغییر در مورد طرح ترور اسام نجیفی رئیس پارلمان عراق گفت منابع امنیتی در نینوا میگویند شواهد اولیه نشان می‌دهد که یک گروه ویژه مثل همیشه با هواپیماهای نیروی هوایی از بغداد می‌آیند و در ساختمانی در مقابل فرماندهی عملیات نینوا مستقر می‌شوند و عملیات ویژه را اجرا می‌کنند که نمونه‌اش هدف قرار دادن نجیفی بود. در همین روز ستون سرکنسول ترکیه در نینوا نیز مورد حمله قرار گرفته است. تلویزیون التغییر افزود هدف قرار دادن نجیفی بعد از این صورت می‌گیرد که مالکی توانست شخصیت‌های سنی را حذف کند، یعنی همان کاری که با نائب رئیس جمهور طارق الهاشمی و با وزیر دارایی مستعفی رافع العصابی و تحت پیگرد قرار دادن علمای دینی اهل سنت انجام داده است. ژنرال ریمون ادورنو رئیس ستاد ارتش آمریکا نسبت به بی‌ثباتی امنیتی در عراق هشدار داد. وی در سمیناری در شورای روابط خارجی آمریکا در واشنگتن گفت آنچه که در عراق رخ می‌دهد ناامید کننده است. نتایج انتخابات آینده در عراق سرعت بهبودی وضعیت امنیتی در این کشور را تعیین می‌کند. ادورنو گفت وضعیت عراق از زمان خروج نیروهای آمریکایی بدتر شده است. به گزارش تلویزیون الهوره، سردبیر روزنامه صباحت جدید اسماعیل زائر درباره چاپ کاریکاتور خامنه‌ای و انفجار دفتر این روزنامه گفت آنچه که علیه روزنامه صباحت جدید انجام می‌گیرد بستن دهان روزنامه‌های عراقی در آستانه انتخابات است. به افزود
خواست رژیم ایران از دولت عراق این است که روزنامه صباحت جدید را به ذلت و تسلیم بکشند. سفیر رژیم ایران به دنبال ایجاد تحریک و راه اندازی تظاهرات بود تا این روزنامه را مجبور به سر فرود آوردن در برابر خواسته این رژیم کند.